خوش باران حرامیدن و رفتن. شلمچه مهد غیور مردانی که رفتند تا با خون خود درخت دلیر مردی ایران را آبیاری کنند. دلیر مردانی که در عملیات کربلای پنج به هر سختی تن دادند، تو این آب به این سردی خدا شاهد یک ذره بگیم به خودشون سرما راه میدن، تا 150 کیلومتر از خاک به یغما رفته را باز پس بگیرند. ما تا قلب بغداد بیشتر میکنیم، اصیل چی هم باک نداریم، نمیداریم که دشمن بخواد قلع علم کنه، با میزنیم تا آخرین تپه خونمون. کربلای پنج خونین ترین و سخت ترین جنگ 8 سال دفاع مقدس بود. ارتش بعث در جشن شکست عملیات لورفته کربلای 4 بود که عملیات کربلای 5 در 19 دی 65 غافلگیرشان کرد. عراقی ها تصور کردن ما دیگه توان عملیاتی نداریم، بلافاصله بعد از 15 روز کربلای 5 را حمله به شرق بصره شروع کردیم. یا فاطمه زهرا، دستبندگان اسلام قادر هستن هر نقطه ای از این تأسیسات رو شدیداً زیر آتش قرار بدن. در کانال ماهی دشمن با کمک کارشناسان غربی مستحکم ترین موانع را ایجاد کرده بود. این یک منطقه وسیع رو آب انداخته بودن، از سنگرهای نونی شکل گرفته تا خاکریزهایی که زمین را به شکل پنج ضلعی غیر قابل نفوذی بدل کرده بود. اون منطقه نونی ها نیروهای ایران دور زدن، یعنی توانستن پشت سر اون موانع در بیان. در یک شب هم از اون منطقه آب گرفتگی هم از کانال ماهیگیری حداقل 3 لشکر ما عبور کردند و این برای عراقی ها غیر قابل تصور بود. از نظر خود عراقی ها شکستن خط غیر ممکن بود، ولی یک اطمینان قلبی وجود داشت، نه اطمینان نظامی، یک اطمینان الهی که خط شکسته میشه. یک ساعت هم میشه تون نکشید، زود آزاد شد. صدای تکبیر بچه ها بلند شد، فلانی بچه ها خط شکست. از عراقی‌ها حدود 50,000 نفر کشته و زخمی شدند. این طبق آماری بود که اطلاعات‌های ما بعد از جنگ به ما دادند. خون بیش از 5,000 شهید در عملیات کربلای 5 نثار شد. برادران رزمنده ما از اولین خاکریز دشمن بعثیس یونیسی عراق، شهیدان غلامرضا رهبر، حسن هادی و محمد رضا جیان سید احمدی، برنامه سازان و خبرنگاران رسانه ملی که انعکاس دهنده رشادت‌های رزمندگان اسلام بودند، در همین عملیات خود روایت ساز کربلای 5 شدند. برادرم آقای رهبر خودش درست پای صحنه و تو صحنه درگیری گزارش رو درست از خط مقدم می‌ده. عملیات هوشمندانه و دقیق کربلای 5 دستاوردی بزرگ و مهم برای انقلاب اسلامی بود. ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق هر دو به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از فروپاشی نظام سیاسی عراق قطعنامه 598 را بگذرانند، اگرچه این قطعنامه را ایران در سال 67 پذیرفت. و حالا هر ورق از تاریخ کربلای 5 خبر از شجاعت‌های ناتمامی می‌دهد که توصیف آن را سخت می‌کند. دلیر مردانی که هر کدام تکه‌ای از وجود و روح و جان هر ایرانی هست. روحیه جهادی و پایداری که نمود پیروزی در 8 سال دفاع مقدس بود همچنان ادامه دارد، با این تفاوت که اکنون این روحیه محصور به مرزهای ایران نیست.